أعمال خوده خودش خلق و این گفتار بخلاف آيات القرآن است خدا عز وجل فرمود وخلق كل شيء وخلق كل شيء يعني خدا عز وجل خلق همه چيزه ده آيات خدا عز وجل ف... يعني شيء ببخشين بَشَيْءٍ ده لسان عربي که شی میگین إي شامل أجسام والأعمال والأعراض همه چیز غير أز خدا همه چیز آدم میتونه برش شی بگویه حتی حتی الله عز و آدم میگه هو شیء ولكن ليس كالاشياء میگن خدا یک شی است مگر نه مثل اشیاء یعنی خدا عز وجود داره خدا عز و مگرم مگر شباهت نداره بر اشیاء و ای القدریه میگفت که انسان اعمال اختیاری خوده خودش خلق میکنه و به گفتار از یا اگر آدم سرش فکر کنه کسی که بگوید که انسان اعمالش خودش خلق میکنه مانای گپ پیشی میشه که خالق ها میلیون ها بیلیون ها خالق است میلیون ها و بیلیون ها انسان ها و جند است و, و گفتار از وا که انسان خودش خلق میکنه اعمال اعمال خدا اعمال اختیاری منظورشان چیز به اعمال اختیاری ما میفهمیم که اعمال بعض اعمال خود ما سر خود اختیار داریم و بعضش نداریم مثلا فاجعه سر ما می زربان قلب ما در قلب ما تپش قلب ما اراده نداریم مگم حرکت دست ما در این اراده داریم و اینی حرکاتی که سرش اختیار داریم اراده داریم اینی را دا گفتن که اعمال اختیاری و این اعمال اختیاری به خلق خداست هر حرکت هر سکون همه چیز که در وجود میاد به خلق خداست خدا عز و خالق، خالقش است و گفتن نه ما خود ما خلق میکنیم اعمال خدا و این به خلاف قرآن است خدا عز و جل گفته <تصفح> گفته که و والله خلقكم وما تعملون خدا خلق کرده شماره و چیزی که و اعمال شماره. را والله خلقكم وما تعملون خدا خلق کرده شما را و اعمال شما را فلهذا ما خالق اعمال اعمال خود نیستیم اعمال اختیاری و غیر اختیاری خالق همه چیز خداست مثل که فرمود الله خالق کل شيء الله خالق کل شيء خدا عز وجل خالق همه چیز است و با گفتار از وا آدم سرش فکر کنه اه بسیار کلام کلامشان کلام بسیار شر است ای گپشان به خاطر که با گفتار از وا مانای گپشان چیست که یعنی خدا عز وجل سرش غالب شد مثلا مسقسه مثل شیطان خبر داریم که پیش از او در جنت بود و خدا عزوجل و جل امر کرد به ملائکه که او از نور خلق شدن جن نبودن و انسان نیستن و خدا عز و جل خلق کرده بود جنک از آتش خلق کرده بود وام در مسلمان بود در جنت زندگی میکرد اگر یا میگن که انسان ام اعمال شر, خدا خ... آ... آ... شر خ... آ... انسان خلق میکنه مونای گپشان نیسته که آ... خدا از که شیطان خلق کرد آ... او تنها میگن که خدا از شر خلق نمیکنه خ... او را انسان خلق میکنه با گفتار از و یعنی که خدا از زوجل آ... تنها خیر میخواست به شیطان اراده خدا با گفتار از وای بود که شیطان تنها کار خوب بکنه مگر ما میفهمیم که شیطان نکت کفر کرد و گفتار از غالب شد شیطان سر خدا عز و بخاطر با گفتار از وای که شیطان خدا عز و جل تنها خوب میخواست مگر شیطان شر خواست و, و غالب شد و تانست کار خدا اه اراده خدا انجام بده غالب و سر خدا عز والعیاذ بالله و این کار ناممکن است نعوذ بالله از ازی شر از ای گفتار ما پناه میگیریم به خدا عزیز شی شیطان خدا عزیز در قرآن گفته که خدا خلقش که ضعیف مثل که انسان او هیچ وقت غالب شده نمیتونه و به گفتار از وا خدا عزیز مغلوب است مقهور است عاجز است به خاطر که شر میفهمی وجود داره و با گفتار از وا بدون اراده خدا داخل میشه هر شر که داخل میشه بدون اراده خدا میشه به خاطر که او با گفتار از وا خالق شر تنها انسان است و ما میگن که خدا از تنها خیر میخواست اراده خدا تنها خیر بود و به ردشان بسیار آسان است در قرآن خدا از گفته قل اعوذ برب الفلق اي محمد بگو كي پنا... ما پنا ميگيرم برب فلق رب وقت الصبح من شر ما خلق از شر كي خلق كردي اي خدا ما با تو پنا ميگيرم از كي تو رب اي ب... اي خدا اي رب فلق ما با تو پنا ميگيرم از شر كي خلق كردي ايرا قدريا

ما که امر کرده به این مسئله این مسئله مهم است و کسی که بگوید که خدا خلق نمیکنه اعمال شر انسان میکنه خلق اعمال شر یا اعمال انسان فلحاظه به خدا عز و جل شریک دادن گفتن با امرای خدا دگه است. خالق های دیگه است میلیون ها بیلیون ها خالق دیگه و خدا به قرآن فرموده هل من خالق غیر الله دیگه خالق نیست غیر از خدا تنها خدا قادر است که از نابودی به استی بیاره و اگر انسان خلق میکد اعمال خدا هر وقت که میخواست که یک کار بکنه میتونست که بکنه وقتی